شاگردای عزیز سلام، به امیدی که جور صحتمند باشین و درس گذشته را مرور کرده باشین، سوال کار خانگی را انجام داده باشین. مطمئن هستم که انشالله انجام دادین. درس قبل از اینکه درس جدید شروع کنیم، یک مرور به درس گذشته میکنیم. درس گذشته ما و شما قانون پاسکال بود. قانون پاسکال، پاسکال در اثر تجربه دریافت کرد که هرگاه به یکی از نقاط مایع فشار وارد شود، عین فشار به تمام نقاطش انتقال میکنه. و از این قانون البته در ماشین های هیدرولیک استفاده میشه. ماشین های هیدرولیک شما شناختین، ماشین هایی هستند که به اساس فشار مایعات کار میکنن، بر اساس انتقال فشار مایعات کار میکنن. و شما دیدین که براتون گفتم که در درس گذشته که موترشویا از ماشین هیدرولیک استفاده میکنن و همچنان بریک موتر و جک موتر و بعضی مسائل دیگه هم هست که ما میتونیم از قانون پاسکال از او استفاده کنیم. این بود درس گذشته ما و شما. و حال امروز بازم موضوع ما و شما امی موضوع فشار است که قانون آرشمیدس می خوانیم. فیزیک صنف هفتم، موضوع ما قانون آرشمیدس. هدف آموزشی که ما در این درس داریم شناختن قوی سعودی، بکاربرد قوی سعودی در حیات روزمره، درک مفهوم قوی سعودی و قانون آرشمیدس و کسب توانایی انجام تجربه برای درک قوی سعودی و قانون آرشمیدس می باشه. خب شاگردای عزیز، گاهی متوجه شدین که هر جسمی که داخل آب میشه از وزن زو کم میشه، و یا زمانی که شما در حوض آب بازی کرده باشین متوجه را احساس کردین. کسایی که در حوض آب بازی کردن حتمی موضوع را احساس کردن که وقتی داخل آب میشه وزنشون کم میشه. حالا ما همین موضوعات قبل از اینکه به قانون آرشمیدس بخوانیم، اینجا یک فعالیت انجام میدیم و این موضوعات درک میکنیم. یک بار فعالیت می خوانیم در سلاید که چی خواست از ما. یک توپ پلاستیکی تهیه کرده آن را سعی کنید که در تشت کلان پر از آب فرو ببرید. آیا این عمل با آسانی انجام خواهد شد؟ چرا به راحتی نمی توانید توپ را به طور کامل در داخل آب قرار دهید؟ یک سنگ یا وزنه را توسط یک قوه سنج ابتدا وزن کرده و سپس در حالی که به قوه سنج وصل است، سنگ را در سطل پر از آب فرو ببرید و به عدد قوه سنج توجه کنید. آیا عدد قوه سنج تغییر کرده است؟ علت آن را توضیح دهید. خب حالا ما اینمی فعالیت ما را عملا بر شما اینجا انجام میدیم تا شما این موضوع را خوبتر بفهمید. خب ما برای خود یک سطل پر از آب کار داریم. ما به جای توپ میتونیم توپ پلاستیکی از جسم مکعبی استفاده کنیم. خب ما این جسم پلاستیکی هست، این را بر روی آب قرار میدیم. میبینیم که این بر روی آب استاده میشه، زیر آب نمیره. شاید علتهای دیگه هم داشته باشه، اما ما هدف ما در اینجا تنها یک علت داره. کمی بالای از این فشار میدیم با دستتان. ببینید ما این را آب از طرف آب یک قوه را شما احساس میکنید. این کار شما خودتان عملا در خانه انجام بدین، حتمی ببینین وقتی که به آب مفرو میبرم، هم آب سطحش بلند میره و هم من ایره احساس میکنم که توسط آبی به طرف بالا تیله میشه. یعنی از طرف آب یک قوه بالای ازی عمل میکنه که مانع ازی میشه که به طرف پایین بره یا فرو بره در آب. این بود تجربه اول ما. خوب شاگردای عزیز، حالا فعالیت دوم اجرا میکنیم. به فعالیت دوم ما یک ظرف یا مشقاب یا یک ظرف باشه کار داریم که آبی که میریزه باز دو بریزه. دیگه بازم سطل پر از آب ضرورت داریم. با قوه سنج ضرورت داریم. با سیت حوزان ضرورت داریم. و همچنان با یک بیکری که یا یک ظرفی که بعدا آبی که از این به ظرف میرزه در این میگیریم و این رو وزن میکنیم، به این ضرورت داریم. و همچنان به ترازو،
میره به نام ترازوی دیجیتال یاد میکنن، به ترازو ضرورت داریم. شاگردای عزیز، توسط قوه سنج آلی اوزان ما را وزن میکنیم. ببینین 500 گرم. اینه البته یادداشت میکنیم. وزن چقدر بود؟ 500 گرم. خب حالا ظرفتان به اندازه خوب حوض زیاد بندازین که کاملا لبریز شود. اگر ظرف ما درجه دار می بود باز ما مشکل می تانستیم، اما چون ظرف درجه دار نداریم باید آب آنقدر باشه که لبریز شود. صحیح شد. حالا ببینین 450 بسیار خوب. خب ما دیدیم که در بین آب یک ربگک 450 شد. شما اگر خوب به دقت اینو توجه کنین از وزنش کم صد بود، چند شد؟ 450 گرم. حالا ما شما چی میکنیم؟ اینمی آبی که دهی هست صد لبو طرف میکنیم. اول ترازو را فعال میکنیم. یه هم نقطه گل هست، هم خاموش میکنه هم روشن. بعد از او ببینیم که اینی علامگک، اینجا یک علامگک سیاه داره که بالای گرام باشه. این را روی سطح هم میمانیم که صفر شود. این را وزن میکنیم. شاگردای عزیز پیش از اینکه آب دهی پرتیم این خودش را وزن میکنیم. این شد 45 گرام. ام یک میگیم 45 گرام. ام دو رام حالا پیدا میکنیم. آب مندازیم در بین بیکر. شاید یک کم تغییر داشته باشه به خاطر که یک مقدارش میریزه و زایاد داره تجربه. 95 گرام. خب حالا ام پیدا میکنیم. ام دو منفی ام یک. ام دوی ما چند بود؟ 95 گرام منفی 45 گرام. این مسایی میشه از 95 برای 0، از 94 برای 5 گرام. دیدیم که به اندازه 50 گرام از وزن ازی در بین آب چی شد؟ کاسته شد یا کم شد؟ خب شاگردای عزیز، از انجام تجارب مانع این نتیجه را به دست آوردیم که وقتی یک جسم روی مایع قرار میگیره از طرف مایع بالای ازی یک قوه وارد میشه که قوه را به نام قوه سودی یاد میکنند. و همچنان در تجربه دوم شما دیدین که وقتی یک جسم داخل آب فرو میره از وزن زو در بین آب کاسته میشه یا وزنش کم میشه و شما عملا این در تجربه مشاهده کردین. خوب البته اینمی موضوع را آرشمیدس بیش از 2200 سال قبل دریافت. زمانی که اجسام در مایع فرو روند از طرف مایع قوه به طرف بالا بر آنها وارد میشه. بنابراین هر جسمی که در آب قرار گیره از طرف آب یک قوه بالای آن عمل میکند که به نام قوه سودی یاد میشه. سودی میتونه که اجسام را در حالت شنا نگه دارد. یک انسان شنا کرده نمیتونه مگر اینکه به اندازه قوی سودی از وزنش کم شوه یا کاسته شوه. این قانون و همچنان قانون آرشمیدس بیان میداره وقتی که جسمی در مایع فرو میره از طرف مایع یک قوه به طرف بالا بر آن جسم وارد میشه. در نتیجه جسم سبکتر میشه. مقدار سبک شدن جسم برابر به وزن مایع بیجا شده است. شما در عملا در تجربه ای دیدید وقتی ما وزن داخل ظرف کردیم آبی که از او بیرون ریخت با مو اندازه وزن از او با وزنی که ترازو عقربش بالا رفت هر دوش دیدیم که یک برابر بود. خب شاگردای عزیز، این بود درس ما. یک بار خلاصه یا مرور میکنیم درس امروز خودم.
گفتیم که هرشمیدس بیش از 2200 سال قبل دریافت، زمانی که یک جسم داخل مایع میشه، یک قوه از طرف مایع به طرف بالا ازی عمل میکنه که قوه را به نام قوه سودی یاد کرد. و همچنان هرشمیدس گفت که وقتی که یک جسم داخل مایع میشه، به اندازه قوه سودی از وزن ازی کاسته میشه. یک جسم نمیتونه که در بین آب شنا کنه تا وقتی که به اندازه قوه سودی از وزن از او کم نشد. این بود قانون هرشمیدس. حالا بر شما کارخانگی را میتونم. کارخانگیتان بسیار آسان است. مشکل نیست. حل نداره. درس مرور کنین. وقتی که درس یک بار مرور کردین میتونین این را به بسیار آسانی حل کنین. خانه های خالی جملات زی را با کلمات مناسب پر نمایید. هر جسمی که در آب قرار گیرد از طرف آب یک قوه به طرف بالا بر آن جسم عمل میکند که یاد می شود. وقتی که جسم در مایع فرو رود، از طرف مایع قوه به طرف بالا بر آن جسم وارد می شود و در نتیجه جسم خانه خالی می شود. مقدار جسم برابر به وزن مایع بیجا شده است. شما اگر درس خوب صحیح مرور کنین، انشاءالله دو سواله که بسیار سوالای ساده و آسان است حل می کنین. از توجهتان تشکر شاگردای عزیز. درس کایتانه بخونین و درس آینده رو یک مرور کنین. خداحافظتان.